بذارید دو جور کودکی رو تصور کنیم. اولی، کودکی خوب. وقتی ناراحتی، یکی هست که آرومت کنه. وقتی خشمگینی، یکی هست که با متانت باهات رفتار کنه. وقتی به توجه نیاز داری، یکی هست که ببینته. وقتی یه چیزی رو نمیفهمی، یکی هست که برات توضیحش بده. وقتی کثیف‌کاری کردی، یکی گندایی رو که زدی تمیز میکنه تا خجالت نکشی. وقتی شکست میخوری، بهت نمیگن بازنده. وقتی با مشکلی درمیافتی، از پسش برمیای، چون تو لیاقت زندگی کردن داری. اون بیرون، سیستم ارزش‌گذاری هر چی که هست، توی خانواده تو ارزشمندی. تا هر زمانی که لازم باشه، تو مرکز دو دنیای بزرگ مهربونی. کودکی بد. وقتی گریه میکنی بهت میگن لوس. وقتی مشکلی داری میگن به خاطر اینه که میخوای بهت توجه بشه. وقتی از پس یه کاری بر نمیای میگن مشکل از خودته. وقتی کثیفی حالشون به هم میخوره. وقتی میخوای قوی ظاهر بشی تهدیدت میکنن. وقتی کوچیک و ضعیفی تحقیرت میکنن. در کل موجود ترحم برانگیزی میشی و احساس میکنی لیاقت زندگی نداری و یه بار اضافی هستی و دست آخر دچار یه ناامیدی بزرگ و واقعی میشی. شکل اول کودکی بزرگترین هدیه‌ایه که هر کسی میتونه تو زندگیش داشته باشه و میشه ریشه روابط رضایت بخش آینده، پذیرفتن جنسیت، داشتن جاه طلبی سازنده و مثبت و رسیدن به استحکام در عین داشتن انعطاف. تأثیرات کودکی بعد هم همینقدر موندگاره. باعث تخریب اعتماد به نفس، ایجاد ترس، تنفر از خود و خجالت زدگی میشه. ما هنوز درست نمیدونیم که چطور میشه از شر این مشکلات راحت شد. اما یکی دو نکته رو به خاطر بسپارید. هر کاری از دستتون برمیاد بکنید تا دیوونگیاتون رو بشناسید. به اولین دریافت‌ها و واکنش‌هاتون شک کنید. مراقب کارهای عجیبی باشید که شانس‌های زندگیتون رو خراب می‌کنن. به آدم‌های اطرافتون مؤدبانه درباره چیزهایی که از سر گذروندید بگید. ازشون بخواید به جای اینکه محکومتون کنن که آدم سختی هستید، با شما همدلی کنن. سعی کنید تا جایی که میتونید آگاه‌تر بشید. از طریق کتاب، روانکاوی و فکر کردن. بپذیرید که میراث کودکی قراره تا ابد با شما باشه. بدون اینکه برای خودتون دل بسوزونید، با خودتون همدلی کنید.